با سلام و عرض حرمت خدمت همه شما عزیزان، خدا کنه کل شما جور و خوشحال و سرحال باشین. شما را خوش آمدید میگیم به یکی دیگر از جلسات درس کویک بوکس، و امروز ما شما در آستانه آخرین جلسه درس خود قرار داریم. ما و شما مطابق اسکیجول که قبلا تنظیم کرده بودیمش، امروز بخیر قرار است که روی بخش انوایس و بیل کار کنیم. در جلسه گذشته روی بحث کستومر و وندور کار شد. شما فهمیدین که کستومر کی است، وندور کی است، چی نوع معاملات را با کستومر میتونیم انجام بدیم و چی نوع معاملات مربوط به وندور میشه. هر دوی از این روی صحبت شد و شما اکام ریسیویبل و اکام پیبل مفهومش را فهمیدین که مربوط به کدام یکی از کاتگوری ها میشه. امروز میخواییم معامله را داده گرفتار را همراه با اینمی دو شخص یا دو کمپانی انجام بتیم، یا دو کتگوری از طبقه که کده ما داده گرفتار را. بعضی کستومر ما یعنی مشتری، یعنی کسی که از ما خدمات و جنس توقع داره یا نیاز داره که برشان بفروشیم. پس کستومر ما از ما وقت جنس گرفتن، از ما وقت خدمات دریافت کردن و پولش در مقابلش پرداخت میکنن، و ما و شما اگر تا پول پرداخت نکده بالایشان طلب می داشته باشیم. کل داده گرفت ما و شما یه است که ما جنس خدمات میتیم، اونا پول نقد میتن. جنس خدمات میتیم، پول نقد میتن. و برعکس قضیه با فروشنده قضیه فرق میکنه. ما و شما با اونا پول میتیم، اونا با ما و شما جنس و خدمات میفرستن. خب وقت بس ازی بخوایم تکمیل شه، نیاز داریم امرایشان ترانزکشن یا داده گرفت انجام بدیم یا دیل کنیم امرایشان. پس به خاطر این منظور امروز ما شما در کویک بوکس خود دو بحث که ارتباط میگیره مربوط به فروشنده و مشتری ایره کار میکنیم. مربوط به فروشنده ما و شما به این کویک بوکس خود باز میکنیم، صفحه آیتم لیست رو بسته میکنیم و میریم پیش. مربوط به فروشنده ما و شما بل داریم. انتر بل یعنی جنسی که قرار است خریداری کنیم ثبت میکنیم، درسته؟ جنسی که قرار است خریداری کنیم و رو ثبت میکنیم از طریق انتربل، یا خدمات باشه هر چی که باشه مشکل نداره. این دو موضوع رو امروز میخوانیم بخیر. و اگر شما به مشتری خود جنس و خدمات دادن، پس در اون صورت از بخش کستومر انوایس کرییت و پیم ریسیو پیمنت کار میکنیم، درسته؟ دو موضوع، یکی receive payment و create invoice. خب میریم موضوع اول که کار میکنیم ما شما create invoice است. invoice یعنی ایجاد بل با کی؟ با مشتری خود. فرض بگیریم که مشتری یک خدمات از طرف ما شما دریافت میکنه، پس ما شما اگر قرار باشه برای اونا بل جور کنیم، create invoice و یا شارتکتش control i. بخاطر چی اینا شارتکت داره؟ control j control i که اینا زیاد استفاده میشه، زیاد کاربرد داره. پس ما شما اگر کنترل های از کیبورد فشار بتیم، یا در اینجا ما شما روی خود آپشنش کلیک کنیم، پس در این صورت برای ما شما کرید انوایس باز میشن. در روی صفحه ما یک بار دیگه ریسکیپ میکنم، در روی صفحه هم هست، یه بار شما نشان میتونم. بخش کستومر خود ما شما میبینیم، این انوایس این در اینجا قرار داره. یعنی ما انوایس یک بحث بسیار مهم در کویک بوکس میدونیم، که اگر ما با کمبود جنس مواجه باشم از فروشنده بخرم، میتونم از انتربل انتقالش بتم با انوایس، تبدیلش کنم، کانورتش کنم با انوایس و بعدش رو بفروشم با مشتری و پولشون رو بگیرم، در بخش بانکینگ ریکارد دیپوزیت کنم، ریسیو پیمنت. درسته؟ هر دو تاش مسیر است که تا بانکینگ به ما شما میرسن. یا اگر مثلا کسی استیمیت یا نرخنامه از ما شما میگیره، میتونم میرم تبدیل با انوایس کنیم. کسی چارجز سرش میتونم، یا سلز اوردر باشه، در هر حالت سلز اوردر استیمیت ما شما اردویش دوباره میشه روی انوایس به، و ما شما انوایس خود روی مشتری چارج میکنیم. تا زمانی که انوایس جور نشه طلب ما شما رو بالای مشتری نشان نمیده. حالا فرض بگیریم که شما با مشتری خیلی زیاد خدمات انجام دادین، تا بل جور نشه اکام ریسیویبل شما کرییت نمیشه، و تا زمانی که اکام ریسیویبل کرییت نشه در کویک بوکس طلب شما رو بالای مشتری نشان نمیده. میرم بخش کستومر خود و میرم روی بخش کرییت انوایسز. بالا از این کلیک میکنیم و اینجا موضوعاتی که هست رو میگم. دوستا وعده ما شما انشاءالله ای خود بود که در صنف ادوانس خود باز یک سری موضوعات در اینجا آپشن ها هست که کار میکنیم، که اگر ببینین مثلا ما پرویو میگم فعلا
اوکی، صفحه ما این رقم چاپ میشه، درسته؟ در حالی که ما میتونم اینجا لوگوی کمپانی فایل خود بیارم، نمایش چینج کنم، کدام فیلد یا صاحب باشه یا نباشه، و نام مثلا یک چیز دیگه نوشته کنم، این کالما رو خرد و بزرگ کنم. هر تغییرات را که ما خواسته باشم میتونم در روی نمی بل خود بیارم. فرض بگیریم که این صفحه لیتر است، درسته؟ و پورتریت ساده هستم، پس میتونم تا این نصف ورقه اینقدرش استفاده کنم، کوچکش میکنم و لندسکیپش میکنم، یا مثلا ورقش ای فور میگیرم. هر قسم که تنظیماتی که دلم خواست میتونم تنظیم کنم، و او رو باز انشالله بخیر در صنف ادوانس خود ما شما کار میکنیم که بیشتر با این مسئله آشنا باشیم. حال کلوزش میکنیم، مستقیم میم سر مطلبی که ما شما نیاز داریم. در اینجا شما کستومر انجاب است، نام مشتری خود میتونید انتخاب کنید. من یک نفر به نام مرتضی نظری مشتری دارم. مرتضی نظری رو شما انتخاب میکنین یا اد نیو بینک کلیک میکنین، اینجا میتونین یک کستومر جدید جو کنین. مثلا نوشته میکنین که اینا یت الله مصلح، درسته؟ ایره ما اوکی میگم، ثبت میشم. بعدش میتونم که مشتری ها رو اگر کلاس بندی کرده باشم به اساس کلاس پیش برم که فعلا اجاب نمیکنه با شما بگویم، باید ایره وقت کلاس شروع میکنیم و آله اثرش اسکیپ میکنیم. در اینجا ما تمپلیت ها رو میتونم استفاده کنم. فعلا چی کار میکنم؟ پروڈکت انوایس به فروش میرسونم. پس یعنی این انوایس مربوط به محصول پروڈکت میشه، یا اگه سرویسس می بود باز میتونستیم میره کلیک کنیم، باز این رقم ای کالما صاحب فرق میکنه، تفاوت پیدا میکنه. من میگم نه پروڈکت است، پس این کلیک میکنیم روش، باز اینجا تفاوت های خودش نشون میده. دیت در کدام تاریخ جنس شما برش به فروش میرسونین، امروز 8 نوامبر است، شما میتونین به این تاریخ رو چینج کنین، هر تاریخی که دلتون میشه، به گذشته ببرینش یا به آینده. میشه که ما مثلا تاریخ 3 بگیرم با آینده. می اینوایس نمبر ما شماره 1 است، پس ما میتونم که از این نمبر پیش برم، یا میگم که INV01 و بیل تو به کدام آدرس و شیپ تو به کدام آدرس. اگر ما یادتون اگر باشه در بخش کستومر سنتر میخواستم یک کستومر جو کنم، باز میگفتم با شما که بیل تو شیپ تو رو خانه‌پوری کنین. پس اگر خانه‌پوری باشه در اینجا باز دیده میشه، اگر نیست حالا شما تازه میتونین خانه‌پوری کنین، درسته؟ میتونین که رقم برش چینج کنین. من میگم آدرس بیل به کجا باشه، باز میگم که مثلا کابل انصاری اسکوئر، درسته؟ و این تو مثلا ادامهش هر چیزی که دلم خواست میتونم متنشو تایپ کنم، اوس نمبر چند و مثلا بلاک چند و هر چیز دیگه که باشه. بعدش پارچسار در نمبر و ترمز یا از این که یار ما نخوندیم، ما خود در لکچر گذشته اینا رو بر شما دانندن ذکر نکردم، پس حالا مسئلش اسکیپ میکنیم. باز اگر میخوندیم باز اینجا به شما میگفتم که کارایش چی بود. میایم در پایان، شما مستقیم میایین اول در بخش آیتم کد خود که میخواین جنس انتخاب کنین، میگم که کدام از اینا اینونتوری پارت است. پس از اینکه ما ایره انوایس پروداکت گرفتیم، پس نیاز داریم که اینونتوری پارت انتخاب کنیم. میگم پرینتر اچ پی 1102 رو برش میخوایم به فروش برسونیم. آیتم کد انتخاب کردیم، کوانتیتی چی مقدار برش انتخاب میکنین؟ میگم که یک دونه باشه، پس چی میشه؟ یک ضرب 2700. اما اگر ما ایره دو دونه بگیرم یا 12 دانه، هر چی که انتخاب کنه شما، با در اون صورت 2700 5400. تکسیبل است؟ بله. میگم نه تکسیبل نباشه. ببینین کالما فعلا قسم است که دسکریپشن خانهش کلان نشون میده و بعدش خانه دیگه هم میگم که نه این بهتر است که یک قسم تنظیم شه. خب خانه آیتم کد هم یک کلان شوه، پرایس هیچ هم میگم که یک ذره خرد شوه و این رقم سایز شما وقتی تنظیم کردن تکس سلس تکس روش اضافه نمی کنین، و اگر خواسته باشین سلس تکس اضافه کنین هم میتونین از یه نیو بگیرین، و یا میتونین در بخش لیست و آیتم لیست خود بیاین و بخش آیتم بخش نیو آیتم، و میتونین از اینجا سلس تکس آیتم ها رو انتخاب کنین. میگن تکس 2%، تکس 5%، تکس 10%، تکس 4%، این تکس ها رو دولت از ما میگیره، پس ما میتونیم ریجنس ها اینجا اضافه کنیم. کنسل اسکیپ افشار میتونین شما، پس میان صفحه اینوایس خود. در اینجا که آمدن باز مثل صفحه چارت آف اکاونت باره، میتونن که سیو ان کلوز استفاده کنن، سیو ان نیو استفاده کنن و کلیر. کلیر دیتایی که ما اینجا انتر کردیم کلش پاک میشه در کل این صفحه، و اگر سیو ان نیو بگیرم این ثبت میشه، اینوایس نمبر شماره 2 به ما میاد، و اگر سیو ان کلوز بگیرم این صفحه ثبت میشه و بسته میشه. باز ما
اگر نیاز داشته باشم دوباره در اینوایس بیم، باز مجبور هستم پس بیم در بخش کستومر خود و در اینجا کرید اینوایس کلک کنم. دوستان این صفحه که فقط شما 4 تا کالم یا 5 تا ببخشید 4 تا رو را میبینین یا 4 تا ساحره، درست است؟ یک تا فاصله بود رنگ آبی داره، ببینین یک تا فاصله بود. شما میتونید صدها قلم ها دینیم اضافه کنین، به او خاطر فعلا من استفاده نمی کنم، برای من 4 تا 5 تا نشان داده، در حال که شما میتونین ده ها صدها تا را اینجا جنس باشه اضافه کنین. مثلا فکر کنین که من میخوایم کانسلینگ سرویسز هم برای اضافه کنم، درسته؟ خب کانسلینگ سرویسز ما به اساس ساعت است، پس من میگم که ساعت چند و چند ساعت برش ترین داده شده، باز میتونم که اینجا عموم مقدار خدمات رو روش اضافه کنم با ارزش مشخص، باز در توتال پول ما اینجا تفاوت میه. اگر دوباره ما میخوایم که چیکار کنم، دلیت لاین کنم، پاک میشه. روش راست کلیک کنین، دلیت لاین، انزرت لاین، کپی لاین، پیست لاین، کل از ناکار میته. خب وقتی شما اجناس رو اینجا اضافه میکنین، سلز تکس شما اگر بود فیصدی سنجش میشه و روی خود توتال ما سنجش میشه. توتال ما چقدر است؟ 5400. پیمنت اپلاید. امی آدم اگر میخواست یک مقدار پول نقد بده، خب اینوایس که برش جور میشه، به این منظور است که شاید یادم یک ساعت بعد پرداخت کنه، یک سال بعد پرداخت کنه، طلب یا ریسیویبل ما رویش حساب میشه. اگر بخوایم که یک مقدارش بیخی نقد نقد بگیریم، باز مثلا اینجا شما فکر کنید که یک مقدار نقد میگیرین، باز مجبور هستین یک چیزی رو به نام اد نیو بین پیمنت جور کنین، دین پیمنت، درسته؟ کی را ما نخوندیم، باز اگر جور میکردین، باز اینی پیمنتش اپلای که میشد یک مقدار منفی میکرد. مثلا اگر قرار میشد که نمیادم 400 تاش پرداخت کنم، با 400 منفی میشد و دا بیلانس دیو، یعنی چی مقدار قرضارش نشون میده، باز اونجا میشد 5000 شو میبینم. خب فکر کنم اینقدر کفایت میکنه. شما سیون کلوز وقتی که میگن ثبت میشه و میگه که you have changed in all the law مسئله billing address for this transaction، این رو تغییر داده مینی بخصه. This change will reflect in your current transaction. Do you want to make it permanent؟ آیا میخوایی ثبت شوه بر دائمی؟ میگم نو، فقط دینمی بل اینمی شماره ما اینمی آدرس مسئله رو زدیم، شاید در آینده مثلا در دیگه بلا دیگه آدرس ها رو درج کنیم، پس نو میگیمشه. میگه که job costing invoice without estimate، میگم بله yes، ثبت شوه. هر زمانی که معامله رو شما ثبت میکنین در کویک بوکس، یک صدای بیپ کشیده میشه. خب have a question، از اینکه ما با اینترنت وصل هستم کویک بوکس این رقم مال سرگردان که درست خواهم هر زمان این صدای بیپ که بر آمد، به این مناسبت که ترانزکشن شما در کویک بوکس ثبت است. در هر جای کویک بوکس که باشین، که وقت یک ترانزکشن یا یک معامله را بخواین ثبت کنین، صدای بیپ کشیده میشه و اون زمان شما بفهمین که معامله تان ثبت شده یا مطمئن میشین که معامله شما ثبت شده. خب چطور میتونیم ببینیم که این طلب ما به ارزش 5400 بالای عنایت الله مسلح هست؟ از خود بخش کستومر و بخش کستومر سنر میتونیم بیم ببینیم، درسته؟ یک پول در اینجا هسته، شما میتونین که ایره بین کلان کنین و بعد بین اینجا ببینین که 5400 شما بالای عنایت الله مسلح پیسه دارین و در این پاهان میتونین که ترانزکشنش بین ببینین، انوایس نمبر 01 هسته، یعنی تاریخش هست، در حساب اکام رسیویبل جمع شده. باید اسکیپ میگم، یکی از اینا دیدم، یکی دیگه در چارت آف اکاونت کنترل ایر از کیبورد فشار میتونم که چارت آف اکاونت ما باز شوه و اینجا نشان میکنم اکاونت ریسیویبل، سرچ میکنم شه اکاونت ریسیویبل ما نشان میده که 5400 در حساب ما پول داریم. بالاش دبل کلیک کنین و میتونین که اینجا پیسه را ببینین بالای این اطلاعی مثلی یکی رقم و دیگه. شما اگر در چارت آف اکاونت دوباره بیاین، ما برای شما اکانت ریسیویبل خود دوباره باید پیدا کنم از اینجا. خب از اینجا از پیساش پیدا میکنیم، آسان تر پیدا میشه این اکانت ریسیویبل. باز کنترل کیو رو شما از کیورد فشار میتین، کویک ریپورت شما میکشه، همیشه خیلی راحت شما این رقم میتونین در اینجا ببینین، این از این آیت الله مسلی و این مبلغ پولش هم این رقم. خب از اینکه اکاونت ریسیویبل ما شما یا طلبات ما در جمع کرنت اسیتای ما هست، پس میتونیم از ریپورت هم بیایم میره ببینیم. در دو جای ریپورت ما بر شما میخوایم نشان بدم، یکی بخش ریپورت اکاونت تکس و ترایل بلانس میتونیم بیایم ببینیم. سیسه ایر از کیورد فشار میتونم ریسیویبل ما 5400 نشان میده. یکی
دو میتونیم از بخش ریپورت کمپانی فاینانشال و در بخش بیلنس شیت استاندارد بریم. از اینجا ببینیم شه تا کجاست ریسیویبل ما اینه 5400. در بخش کش فلو هم میتونین شما بینی رو ببینین کمپانی فاینانشال کش فلو اینه استیتمنت اف کش فلو درست است. در اینجا میتونین شما ببینین 5400 تانه دیگه. در بخش جورنال لیجر هر جایی که شما میفهمین که این ارتباط میگیره امی ریسیویبل شما میتونین که از اینجا برین و ببینین. اینی مسئله شد که شما فهمیدین کویک بوکس با ارزش مشخص روی مشتری شما طلب کمپانی را ثبت کرده. حالا مشتری حاضر است که مبلغ پول را با شما پرداخت کنه. پس به خاطر دریافت پول شما باید بین دبش کاستمر و دبش کجا ریسیو پیمنت. بالا از کلیک میکنین و در اینجا مشتریانتان انتخاب میکنین از این ساحه. درسته؟ پس مشتری ما با نام اینایتالای مسلی بود انتخابش میکنیم. آجل که نشان میده که چند تا بل وجود داره. فعلا یک تا بل وجود داره که اینا قرضدار ماست. اگر چندین تا بل میبود کلش دی پان لیست میشد. نمبرش هم چند است؟ اینوایس نمبر 01. ما اگر اینجا تکش انتخاب میکنم با این معنی است که کل پولش پرداخت میشه. یس. اینی مسیج هایی که ما یس و نو میگیریم باز در صنف ادوانس کل از اینا تشریح میشه که هر کدام از چی کاربرد داره. یعنی پیامی که ما اومده بود باز در سیتینگش ان شاء الله بخیر در بخش ادیت پرفرنسز که اومدیم خیلی گپا داره باز اونجا بخیر در بخش پیمنت اینیا باز بر شما گفته میشه کلش. خب میریم روی از اینکه این 5400 میخواد کلش پرداخت کنه یا یک مقدارش. اگر کلش پرداخت میکنه خب این 5400 است شما اتوماتیکن ایرا ثبت میکنین خلاص. و اگر باز شما ایرا یک مبلغش میخواین ثبت کنین باز میتونین که هم ده اینجا و یا هم ده اینجا بیاین بگین که 400ش میخوایم ثبت کنیم. پس درسته 400ش من تایپ میکنین درست. و در اینجا ده کدوم تاریخ شما این پول میگیرین شما میتونین که اینجا به این تاریخش مشخص کنین. و از این که پایان صفحه ما دیده نمیشه ما مجبور هستم که ای تو این صفحه رو ببرم بالا. بازم دیده نمیشه ما باید انتر کنم که ثبت شوه. اگر این ده پایان سیو اند کلوز ما باید دیده شوه. انترش میکنم صدای بیپ کشیده شد 400 ثبت شد. حالا اگر چهار تا فکان بریم 5000 نشون میده که در حساب است. و از این که طلبات ما کاهش پیدا کنه همیشه کردیت است. پس میتونیم بیاین اینجا و اینه ببینیم که 400 چی شده؟ کردیت شده. ایرم اسکیپ میکنیم و شما فهم بیدین که پول در کجا آمده؟ در اندیپازت فند مشخص در حساب بانکی نامده به خاطر از این که کویک بوکس همین رقم گرفته که باز اینا رو ما بر اجسمنت میتونیم از این اینجا فکر کنیم که یه خودش یک کش اکاونت برسه اما مشخص نیسته. باز اگر شما بدل خود خواستین باز این بخش سیتینگ ادوانس بخیر در کویک بوکس میخوانیم که چطور میتونیم بجای از این که در ان دپازیت بهش این در کویک بوکس در یک اکاونت مشخص با نام مثلا از ای بانک کش اکاونت یا مثلا هر حساب دیگه که به که ما مشخص در اونجا ترانسفر کنیم پولا را دیگه نیاز نباشه که یک دفعه دیگه اجسمنت کنیم. حالا خیلی یک اجسمنت نیاز داره که شما اگر قرار است این در ان دپازیت فند از این پولا بخواین بکشین در کش بس مجبور هستین یک اجسمنت یا یک ترانزکشن دیگه انجام بدین. خب ما این کارو نمیکنیم مطابق کریکولم خود پیش میریم. این رو خلاص کردیم اینولو میم سر دیگه مطلب. حالا فهمیدین که شما چطور میتونین با مشتری جنس بفروشین و چطور میتونین از مشتری پول خود بگیرین. حالا میم سر از این مسئله که ما از فروشنده چطور جنس میخریم یا خدمات و چه قسم این رو پرداخت میکنیم. روی بخش وندور خود میم و انتر بیل کلیک میکنیم. انتر بیل به این منظور است که از فروشنده یا بایه یا وندور که وجود داره ما شما جنس خریداری میکنیم. در حالت بل شما میمونینش باز انشالله در صنفای بعدی بخش کرده برای شما میگم خیلی کرده داشت چی کار میکنه یا تکش چی کار میکنه که بل رسیو داره. میم در اینجا در بخش بل میبینیم که کی داریم. سید احمد داریم. از سید احمد میخوایم جنس بخریم. پس ایره روش کلیک میکنیم. خب پیش از اینکه این کارا کنیم میخوایم اول با شما بریم در چارت اف اکاونت و اینونتوری اسست خود نشون بدیم. اینونتوری اسست داریم بله 370000 ارزش گودام ما شماست درست است. و فقط که فروختیم با این اطلاعی مثل 5000 فروختیم. چرا 5000 نشون میدم؟ ما خب 5400 فروختیم به خاطر از اینکه با اساس کاست اف گودز ما شما ثبت کردیم نه با اساس فروشات ما.
حالا اگر ما قرار باشه که بیایم مثلا در بخش سلز، اینجا میتونم برای شما مفادش نشان بدم که چقدر مفاد شده و چی مبلغ پول اصل واقعی به ما شما باز میمونه مفاد واقعی. چرا یک مبلغ را ما شما که جنس مفروشیم به ارز 5400 5000ش خو که هست همون قدر ارزش جنس آورده بودیم، 400 ما شما سرش مفاد موندیم، 400ش به ما شما نت انکم هست. اینا اگه ما برم میره در بخش ریپورت برای شما، در بخش کمپانی فاینانشال و در بخش پروفیت اند لوز استاندارد بخوایم نشان بدم، میره از کیورد فشار بدم، اینا ان کاتگورایزد اکسپنسز خو سر جایش میمونیم. ببینین 5400 سلز انکم ما شما بود و کاست آف گود سولد قیمت تمام شده که نپشر ما از دوست شما سوال کردم اونا جواب دادن، 5000 دما شما تمام شده، 400ش گراس پروفیت است، درست است مفاد است اینی از فروشات جنس که 1000 دیگه ان کاتگورایزد اکسپنسز شده، باز سرجام با ما شما چقدر مونده؟ منفی 600. یعنی فعلا 600 دیگه ما شما تمام هستیم. حالا فرض بگیرین این رو اید نادیده بگیرین، باز با شما چند دیگه مفاد کاروبار میمونه؟ 400 مفاد کاروبار میمونه. شما ایر اسکیپ میکنین و میان در بخش وندورتان، وندور که آمدین حالا از یک شخص به نام سید احمد میخواین جنس خریداری کنین، سید احمد کلیک میکنین. خب ما وقت در ریپورت رفتم برای شما نشان دادم ارزش پولیشه، اگه باز اگه ما بخوایم برای شما نشان بدم که چقدر جنس وجود داره در گودام ما، اینونتوری ریپورت میایم، در بخش اینونتوری اوالویشن سامری میایم، خلاصش کلیک میکنیم، ایر فشار میدیم، 148 دانه پرینتر اینجا هسته، درسته؟ به خاطر که دو دانش فروختیم 150 دانه بود. حالا اگه ما بالای دبل کل کنم خودشان برام میگه که دو دانش تو کم کردی فروختی، صحیح؟ پس ایره این قیمتا رو مونده بودیم 2500 و فروش کرده بودیم 2700، با ما شما اینجا با اساس چی کم کرده؟ با اساس 2500 کم کرده. اگر دوباره قرار باشه ما بخرم، این ببین ببینین که ما مثلا اگه اینجا آیتم بیایم کلیک کنم بخوایم که همین پرینتر رو با شما ثبت کنیم، اوتومات خودش 2500 شناسایی میکنه. پس چند دانه دیگه پرینتر بخریم ما شما؟ دو دانه دیگه پرینتر میخریم. در بخش آیتم شما نام جنس انتخاب میکنیم، در بخش کوانتیتی مقدارشه، کاستش از قبل تعریف شده، پس 2 ضرب 2500 میشه 5000. بازی بخش کاستمر انجاب و بلیبل و کلاس یا رو بخر، در صنف ادوانس میخونیم که خود کاستمر انجاب اینجا خیلی کاربردی هسته. اینو میم ثبت میکنیم، سیون کلوز ثبت میشه. اگر ما شما دوباره در بخش ریپورت، در بخش اینونتوری و در بخش اینونتوری والویشن سامری بیاین، شما کلیک کنین، ایر از کیبورد فشار بدین، دوباره 150 دانه جنس شد. اما این 150 دانه خیلی تحولات را سپری کرد تا همه قدر مانده. مثلا برای بار اول که شما ثبت کردین اوپنینگ بیلانس تان اینونتوری ادجستمنت 150 دانه بود، دوباره اینوایس دادن با فروش رساندن 148 تا شد، دو تاش کم شد، دوباره پس دو دونه خریدین، پس دوباره 150 تا شد. حالا ارزش خود پرینترهای شما در کمپانی چقدر است؟ 375000. چقدر پرینتر دارین؟ 150 دانه. خب ما خو این جنسایی که خریده بودم قرار است که پیسې زیر پرداخت کنم، پس اگه قرار میشه پرداخت کنم میتونم در بخش مندور بیم، باز در بخش پی ویلز میتونم از این پرداخت کنم. ما پیسه های خود مشخص نکرده بودم که در کجا ایره نگاهش کنم، پس ایره دو تا بل قرضدار هستم از سید احمد، من انتخاب میکنم میگم که بل یعنی کامپیوترش دبل کلیک میکنیم، تک میکنیم میشه و میتونیم که از کدام حساب پرداخت کنیم، میگم که از حساب بانک ما، در حساب بانک ما هیچ پیسه نداریم، پس ما مجبور هستیم خیلی بیم در بخش بانکینگ خود میک دیپوزیت بیم کلیک کنم و در اینجا ای را انتخاب میکنیم، اوکی میگیم، پول از حساب اندیپوزیت فند ما شما انتقال پیدا میکنه در حساب از زیبانگ ما. جالبی است که ما شما هنوز هیچ پیسه خود از عنایت الله نگرفتیم، عنایت الله فقط با ما شما 400 دلار داده. خیرم اسکیپ میکنیم میرم، حالا اگر لاجیک شما درست هم نمه مجبور هستیم بیم چیکار کنیم، حساب از زیبانگ خود انتخاب کنیم. اگر شما باز اینی را غرض نگیرین با این معناست که اکاونت پیبل یا قرض سید احمد که فروشنده بود بالا شما چارج میشه، کنترلر از کیبورد فشار میتیم، سید احمد عوض شما میگیریم، میگه ما پیسه نداریم که برات بتیم، پس این قرض سر ما باشه، قرضش در کجا ثبت میشه؟ یعنی قرضش هم میشه ما شما در current liability ببخشیم که اکاونت پیبل، خب 6000
چرا 6000 اینجا هست؟ به خاطر که 5000 دو دونه پرینتر خریدیم و 1000 دیگرم از درک اوپنینگ بیلانس از قبل ازشون قرضدار بودیم. اگه یادتون باشه ما روزی که برای شما وندور سنتر اومدم سید احمد میخواستم ثبت کنم، برای بار اول اوپنینگ بیلانسش هم 6000 گرفته بودم. اگه یادتون باشه دبل کلیک، درسته؟ این اینجا ما شما اوپنینگ بیلانس 1000 گرفته بودیم. در ویدیوی قبلی یادم هست که اینجا ما براتون گرفته بودم. خب حالا ما 6000 از قرضدار هستم، اما پولش ندارم که پرداخت کنم، پس به او خاطر لاجیکش درست نمیه که ما در بخش وندور بیم پی بیل و برای شما بانک را بگیرم که تا اونوز در ای بانک هیچ پول ندارم. خب البته ببخشید که 200000 تا حساب بانکی خود ما شما جمع کردیم، ما هیچ متوجه از پاون نبودیم. اندینگ بیلانس البته میتونیم که از کجا ببینیم دیگه حساب پولی خود، از حساب از بانک اینجا میتونیم ببینیم، در بخش ریپورت میتونیم، در بخش اکاونت تکسس بیم ببینیم، درسته؟ و ترل بیلانس و همین رقم میتونیم از بخش کمپانی فینانشل بیم اکاونت بانک خود ببینیم پول داریم. خب که پول داریم چی بهتر؟ پس میریم در بخش وندور خود ایره پی میکنیم. در اینجا تمام پیسه هایش خیلی پرداخت میکنیم، گمش که قرض سرمون همانه. میریم در اینجا و حساب از زیبانگ خودم انتخاب میکنیم. از حساب ما که 6000 بر 1,94,000 دیگه در حساب ما شما باقی میمونه. پس پی سلیکتد بل میگیم، دیگه چیزایش کار ندارم، ست کرده تو دیسکاونت تو یورو باز بخیر ان شاء الله اصلا فرمانس میخونیم. کدام تاریخ شما پیمنت میکنین؟ اینجا مشخصش میکنین تاریخ پیمنتتون و پی سلیکتد بلز ثبت میشه. اینی هم بل است که شما میتونین اینو پرنت چک کنین و پی مور بلز میتونین که بیشتر دیگه بلا رو پرداخت کنین و دن. البته میشد که اینو ما شما از طریق بانکینگ از طریق رایت چک هم پرداخت کنیم که اینو باز ان شاء الله اصلا بعدی خود خواندیم. حال میم در بخش چارت آف اکاونت خود، اکاونت پیبل ما شما درست است، فعلا صفر است، اما اگر دبل کلیک کنیم باز نشان میده که ترانزکشن وجود داره. ایتونیست که صفر شد باز این اکاونت ها دلیت شود، ترانزکشن ها وجود میداشته باشه. 1000 قبلا داشتیم، 5000 دیگه داشتیم، 6000 پرداخت شده و یه حساب صفر کرد، درسته؟ حالا اگر ما در بخش ریپورت خود بیایم اکاونت تکس و بیلانس برای شما نشان بتونم، میتونین ببینین که ایران سکیور فشار میتونم، میتونین ببینین که ما اکاونت پیبل خود از صفر کردیم. با وجودی که صفر است اما این اکاونت ما دیگه از بین نمیره. به خاطر چی؟ که ترانزکشن داره در داخل خودش. حالا اگر ما شما خواسته باشیم باز میتونیم که از ریپورت هایش هم استفاده کنیم. ما دوباره کلیک میکنیم برای شما، یعنی نشان میده که 31000 و 5000 کرده داشتیم اما 6000 یک دفعه اومد این حساب صفر کرد، درسته؟ خب فکر کنم که مطابق وعده خود درس ما تا اینجا کفایت میکنه. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. خسته نباشین، ان شاءالله که سوالی داشته باشین من در خدمت شما هستم.